از نظر بسیاری از تحلیلگران نخستین دشواری برداشتن تحریم های دولت دانالد ترامپ برای رئیس جمهوری جدید جو بایدن این بود که آیا از لحاظ سیاسی و افکار عمومی آمریکا به خصوص کنگره صلاح هست که این کار انجام شود یا خیر حال که دولت بایدن این مرحله را پشت سر گذاشته دشواری دیگر چگونگی برداشتن تحریم هاست که به گفته اریک فراری بنیانگذار و وکیل ارشد دفتر حقوقی فراری و شرکا لقب یک دسته خاص از تحریم ها دشوارترین است <تصفح> لقب تحریم هایی که مبنای آن مبارزه با تروریسم بوده زمان برستان هم به خاطر ماهیت ادعایی که در این رابطه شده و اینکه حذف نام فردی که زمانی تروریست تلقی شده در اذهان عمومی چه تأثیری خواهد داشت مسئله مهمی که باید مشخص شود این است که آیا ایران خواهان رفع تمامی تحریمهای دولت ترامپ علیه افرادی است که به طور عمد هدف قرار گرفتند یا دستورهای اجرایی او به نظر اریک فراری یک اقدام میتواند راهگشا باشد به نظر من لغو دو دستور اجرایی که دولت ترامپ صادر کرد مانند دستور شماره 13846 و 13902 و برخی دیگر می تواند برای آمریکا راحت تر باشد تا اینکه بخواهد تک تک افراد را که توسط دولت ترامپ تحریم شدن جداگانه از فهرست خارج کند دستور اجرایی 13846 دولت ترامپ مربوط به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برگرداندن کلیه تحریم ها در آن رابطه است و دستور اجرایی شماره 13902 در رابطه با حملات گروه های نیابتی ایران به منافع آمریکا در اقصا نقاط جهان است با این وجود به گفته فراری لغو این دستورهای اجرایی الزامن آن منافعی را که ایران خواهان آن است شاید تامین نکند زیرا بسیاری از افراد و نهادهای ایرانی بر اساس دستور اجرایی که از سالها قبل در زمینه تروریسم صادر شده بود تحریم هستند. لغو تحریم ها در مواردی هم که فردی یا نهادی در بیش از یک دسته قرار گرفته به طور مثال هم تروریسم و هم نقض حقوق بشر ساده نیست. فراری میگوید در چنین مواردی پس از لغو دستورهای اجرایی دولت باید هر مورد را جداگانه بررسی کند تا ببیند آیا آن تحریم به جا بوده یا خیر که امری زمان بر است موضع دیگر ایران در مذاکرات این است که ابتدا آمریکا تحریم ها را لغو کند و سپس راستی آزمایی شود فراری معتقد است که همه شرایط برقراری روابط بازرگانی با ایران در دست آمریکا نیست آمریکا می تواند دستورهای اجرایی را لغو کند و افراد یا نهادها را از لیست خارج کند اما نمی تواند مؤسسات مالی خارجی را وادار به کار دوباره با ایران کند پس یعنی باید هم یک تحریم ها را بردارد و دو مؤسسات مالی خارجی را متقاعد کند که دوباره با ایران تجارت کنند شاید این انتظار زیادی از مذاکره کنندگان باشد اما این تنها صد بر سر راه اثرگیری بازرگانی با ایران نیست عدم تصویب استانداردهای FATF در مورد مبارزه با پولشویی و فساد مالی بسیاری از شرکت های بزرگ خارجی را از کار با ایران بر داشته. Uh... به نظر من این یکی از صدهای عمده است که ایران باید از آن بگذارد زیرا بسیاری از مؤسسات مالی خارجی حتی زمانی که برجام اجرا شد نسبت به این نگران بودند و مرتب آن را مطرح می کردند. این هم یک صد و یکی از موارد متعدد مسائلی است که دیگران را از بازار ایران دور نگه می دارد. چه دستور اجرایی لغو شود چه آمریکا صدها پرونده تحریم شدگان ایران را مورد به مورد بررسی کند تونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا این ماه در کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان گفت بسیاری از تحریم های تروریسم باقی خواهند ماند گیتا آریان صدای آمریکا